بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت: شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از اینا محبت می نمایی؟ آری ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. پس به بره های من خوراک بده. بار دوم پرسید: شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. از گوسفندان من پاسداری کن. سومین بار عیسی از او پرسید: شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس آزرد خاطر شد چون برای سومین بار عیسی پرسید: آیا مرا دوست داری؟ و به او گفت: خداوند، تو از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. گوسفندان مرا خوراک بده. حقیقت را به تو میگویم، وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و به هر جا که میخواستی میرفتی، ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت از عقب می‌آید. وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد از عیسی پرسید: خداوند، عاقبت او چه خواهد بود؟ اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان شاگردان پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می‌دهد و ما می‌دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود، تصور می‌کنم تمام دنیا هم گنجایش کتاب‌ها